در این من در خواهر جان نظرم به تابستون مونتریال دوباره شیرین شد. تسلیت سلیم این دفعه خواهد باشد پیزه شد معرفی در ایران من اسم از سام بیات ماکرو بیشتر استفاده میکنم از اسم بیات شما کنم بیات ماکرو زد پیچیده میشه و جز طایفه بیات های ماکرو هستیم اونایی که جاری آفیاشون زده بهشون رفته ماکرو در مرز بازرگان هستش در شمال غربی ایران بغل صدر هست و این پدرم آزادی مادرم اونجا تنفش فارس میشه من ترکی بردی است این فارسی بکنم بهتر از من اونجا خواستم از برای پسن که صورت بکنم در باید ماجر صورت که میخوام بکنم هم تقسیمش کنم به چند قسمت این در درباره پروژه خیلی کوچیکی کانادا اصلا ماجراتش چجوری بوده چه سیستمی داشتیم دو در حال حاضر چجوری سیستم سه تغییراتی که پیش بینی می‌کنم با حادثه‌ای که الان داره پیش میاد چی هستش اگر بذاره بخواستیم سوالی که می‌کنم بیشتر جنبه تاریخش رو بفهمم متوجه بشیم حالا در چند سال گذشته این کتابی چاپ کردم مال اصلا نگاه کنیم مال فروند 12-13 سال پیشه کانادا توسعه که بطورت که بزرگی که میخوام بیان کانادا اطلاعات و قوانین چجوریه بعد از این کتاب دومی چاپ کردم تقریبا یه 6-7 سال پیش تو کانادا بعد از سپتامبر 11 تغییرات قوانین چجوری بود و اینا داره توضیحاتی درباره نفت اومدن به کانادا گرفتن اومد توضیح بدم تو چند سال گذاشتم دو جلد کتاب نوشتم اینجا بعدا جلد دومشو ندارم دیگه و آمازون نداره فروش هست درباره کانادا یک خیلی موفق نوشته شده به کانادا یک که بعد از سن 18 وارد کانادا شدن و تونستن برای خودشون اینجا جایی رو تعیین بکنن برای خودشون و جزء آدمای فعال این کشور بشن مثلا استاندار کل کانادا یه چینی بود که در سن فعال نیست من سنی اماده میشن اینجا خیلی مهاجر هستن که میشنن اینجا بیان موفق بشن و این جلد اولش جلد دومش و حالا با کمک دوستای جایی که دارم پیدا میکنم مریم که اهل کتاب نویسی و ترجمه هست و دوستانش که دارم میخواد ازشون استفاده کنم تغییراتی کنید جلد سومی که دارم بریم سمت یا حتی یه جلد دیگه فقط برای ایرانی ها بودم توی نشونی که اجتماع ایرانی هایی که توی این 30 سال در آخر مهاجرت روزیه بیکرد بشون بدیم مقصد به جوان ها که ایرانی محفظ هم داریم دکتر هم همه مرد تاکسی نیستن مهندس هم همه پیزایی ندارن باشه خیلی هاشون هم محفظ شدن و خب این سرمخش باشه یکی از مشکل رو برای خب ما اجتماع ایرانی داریم که خب قهرمان پرست نیستیم شهید پرست میذاریم در این جنگ میذاریم کسی بره دوستان بره جلو و ایزن نشون بده که خب قهرمان های زنده هم داریم مردم هم بخونن اینه چیکار چیکار کردن چه چجوری زندگی کردن خب شاید کمک کنه وضعی سرمخشی بشه این هم یه پروژه دارم هست اگه بیام سراغ برنامه مهاجرت صحبت اول بخوام بهتون توضیح بدم تاریخچه مهاجرت کانادا میشه گفت خب خیلی قدیمیه چند صد سال میره ولی ایشان سیاست مهاجرت اجرا نداشت میشه گفت سیاست مهاجرت رو تمام در سال در سالهای 50-60 اولین وزارت خونه رو پیدا اینجا به عنوان وزارت مهاجرت تعیین شد و تازه اولین سیاست های مهاجرت رو گذاشت در بهترین قبل از این بود مقطعی کار کردن مثلا از اروپای شرقی یه پرانه مزرعه دار بود مثلا از زیبر از جنگ دوکمنت هست انقلاب روسیه خب خیلی مزرعه دارایی یوکرین و بایستان و اروپای شرقی اومدن که زمین های مرکزی کانادا رو برای کشاورزی فعال داشتن یا ایتالیایی ها رو بودن یونانی ها رو بودن برای صنایع کانادا بیشتر هم تولید کنیم کار کارگر رو بودن سیاست مهاجرت کانادا حالا شکلش رو تو 60 میگیره بازدادن وزارت خونه و تعیین کردن روش های انتخاب آدم هایی که بیان اینجا تو این ده هم تعیین شد تقریبا که خب کانادا برای رشدش احتیاج داره که آدم بیاره که اینجا رشد پیدا کنه دیگر سوالی که همیشه معلوم هم کنه که کانادا همیشه مهاجر خواهد گرفت همیشه گفت من میشه میگم 100% به خاطر این مهاجر گیری اینجا دو جنبه داره جنبه اولش اینه که جمعیت نداریم
پرانتز برای اینکه یک کشوری جمعیتش رو ثابت نگه داره که لازم بوده دو ممیزی یک بچه برای خانواده، یکی جای پدر رو بگیره، یکی جای مادر رو بگیره، ممیزی برای اینکه که خب منو خواهد ازدواج کنم به بچه دار نخواهم چون نمیست یا بعضیش ممکنه بشن ولی خب نیست نیست در چه دو بگیم؟ در حال حاضر که قرارداد یک و چهاره در اتریش ممیز دوه، در ایتالیا طبعا ممیز چهاره، هرچه به نظر میاد که در قبل تعداد جاگزینی پشت ما از طریق بچه دار شدن داره کم چه جمعیت داره سویش بده میکنه، در اینچه باید اینو مسئولی طورش کرد با بردن آدم های خارجی مهاجر از مهاجرت همیشه خواهد رنگش عوض شد کیا رو بگیریم بیشتر یا کنیم در این دومی که مهاجرت همیشه خواهد بودی که حالا که آدم ما بزار بزار افتاده چهار ما بودیم چون 21 میلیون امروز فرانده 33 میلیونه از این دوازده ما سیفنم میشه 33 میلیون 31 دوازده مرکز دوازده میلیون فرق اضافه این قدم شده این چی بوده؟ این در از مهاجرت بوده و چرا این مهاجرت بوده؟ با خاطر اینکه وقتی شما اول یک کشور مثل کانادا رو 10,000 کیلومتر از این اقیانوس دوم به اقیانوس فاصله داره بخواید رشدش بدین احتیاج دارین آدم داشته باشیم که هزینه کشورداری کمتر بشه چون اگر همون جاده‌ها لازم همون بیمارستان لازم ولی اگر تعداد آدم ها بیشتر بشه خب هزینه نقلی کمتر بشه درچه پس نگران نباشید مهاجرت خواهد شکل مهاجرت چجوری عوض خواهد شد شکل مهاجرت عوض خواهد شد که خب ما سر در 15 سال پیش تمرکز خیلی زیادی بود رو دو جنبه آوردن خانواده‌ها آوردن افراد متخصص لیست عظیمی از شغلا بود هر کی تقریبا میتونست بیاد خانواده ها همه میتونستن خواهر برادر عمو دایی همه میتونستن بیان کاتگوری کشاوری تمیز پوشش خیلی معنای پهنی داشت و خیلی رفتن توش امروز خیلی مشکل تر شده امروز تفکر مهاجرت هست شده درنچه نگران نباشید مهاجرت خواهد بود زنگش عوض خواهد شد نه حالا حاضر اگه بخواییم پس میتونیم که پس این تاریخ جاش بوده و هست بزرد که ماشه کاران به نظر میاد هر روز گل بیشتری خواهد گرفت نه حالا حاضر اگه بیایم نگاه کنیم توی این ده پونزده سال گذشته به من در بیست سال گذشته چجوری مهاجرت بوده مهاجرت دولت با سه تفکر نگاه کرد تفکر اول بوده انسان دوستی کمک کانادا به اجتماعی بینالملل درچه تعداد خیلی زیادی پناهنده گرفتیم تعداد پناهندهمون از 50,000 تا بود ولی خب با این دولتی که فعلا داره میذاره راست در اون کمتر دلشون میخواد کمک کنند به جایی برنن تعداد پناهنده گرفتیم کمتر میشه من فکر کنم طبعا اول نصف شده باشه 25 هم کتی دیدی دوم خویشاوری بود آوردن افراد پناهنده این هم به نظر من قانون خیلی عالی بود چرا چون با اجازه دادن که شما میتونید بعدا فقط همین دایی کالات رو بگیریم خانواده هم رو بگیریم موندنتون اینجا دائمی تر میکنم مثلا مادر من که فروش ها اینجا تونست اصلا میکنه استفاده کنه پدر مادر برادرها خواهرهاش داییش همه رو بگیره اینجا برای مادر من امروز احساس نمیکنه که ایران پایگاهش احساس میکنه پایگاهش کانادا شد تمام افراد نزدیکش پدر مادر برادرها خواهرها همه اینجا هستن تو قانون خیلی خوب بود ولی به نظر تو این چندی سال این قانون رو تغییر دادن و اون معنای خانواده که توگیری بسته شده فقط به پدر مادر با یک انتظار طولانی 5-6-7 ساله دو همسر تقریبا سریع یه ساله چون بعضی تزار زودتر میدن فرزندان وابسته خیلی سریع خیلی سریع جمعه این سوم قانون مهاجرت که تفکر سوم اینه آوردن آدمایی که به اقتصاد کار دارن اینجا دو تا تفکر بود دو تا راه باز شده براشون اونایی که بیان با جنبه خصوصیات تجربی تحصیلی جواب سن به عنوان متخصص یا اونایی که بخوام بیان جواب خصوصیات تجاری اقتصادیشون یعنی مثل هستی که بیزنس دارن، سامنه دارن، میخوان اینا رو جذب کنن در واقع اونها حاضر میشه گفت که این تفکر هم تغییرات داره توش دیگاه میکنه اول 10 سال پیش دولت مرکزی من گفت من دیگه نمیخوام انتخاب کنم آدم ها رو چون
تفکر انتخاب کردن دولت مرکزی درس میشه برای تمام اکانوما. 7000 کیلومتر، 10 تا استان، 3 تا منطقه. یعنی چه می‌ذاره؟ خیلی هر منطقه، هر شهر برای خودش خواستهای مختلفی داره. در نتیجه به نظر تو تحصیل گذاشته بریم به طرف جایی که دیگه دولت مرکزی انتخاب نکنه برای فقط دولت مرکزی این اینا ناپذیرفتنی هستن یا نه و دولت های استانی یا منطقه‌ای این آدم ها رو انتخاب بکنن. به طرف دولت مرکزی اگه نگاه بکنیم توی این چند وقته خیلی تعداد افرادی که به عنوان متخصص میگیره کم کرده. تا 3-4 سال پیش قبلا 30,000 تا میگرفتیم، 2 سال پیش تعداد متخصصین دولت فدرال کرد به 20,000 تا، در حال حاضر کردنش 10,000 تا، خیلی کم. ولی به نظر میاد تعدادی که به دولت‌های استانی اجازه دادن انتخاب کنن خیلی بیشتر شد. 10,000 تا بود الان 50,000 تا دارن دولت‌های استانی می‌پذیرن. این هم تغییر بزرگی. از واسه سرمایه‌گذاری هم به نظر میاد دولت کننده خودش هم نمی‌دونه چی می‌خواد. بعضی هم میگن این سرمایه‌گذاری رو بیارید به نفره مثلا 400 تا آره میشه 800 تا پول میارن بدون بهره تا 5 سال میزن تزریق میکنن توی اقتصاد خب خوبه برای ایجاد کار. بعضی میگن نه ما با باهمون به عنوان کارمند و عمله آدم همه باید از این طرف میان بچه هاشون خوب بشن. یعنی کانتران خودشون میدونده در سال 2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری میکنن تو کانادا 0% بهره. خودش ایجاد صدها کار میکنه. درجه بعد نیست اینا به ادامه دم بود. مشکلی که امروز کار داره که تو سیاست مهاجرتش خودش نمیدونه چی بود. و فکر میکنم با اینکه انتخاب آدم ها بره دست استان های زیر راحت در خود. چون استان ها بیشتر میدونه کیو میخوان. چرا آدمی رو میخوان. مثلا استان من در این مورد وستریتوری الان داره خیلی تشویق میکنه کسایی که بیان اونجا بیزنس بزنن. مثلا تو صنایع معدن مثلا کسی که داره مدرسه تراشکاری الماس بزنه خیلی امکانا رو بینه کسی که تراشکار که داره اونجا بر الماس کار کنه خیلی امکانا رو بینه که بیاد چون منطقه ایم هرچه رمان خلاصی میشه گفت پس ما این نقشه مهاجرت را عوض میشه بیشتر دولت انتخاب دست دولت های استانی خواهد رفت و دولت مرکزی فقط میخواد کنترل کنه ورود رو که کی نیاد کی نیاد اون جنبه خیلی جالبیه نمیگن کی بیاد میگن کی نیاد قانون ننوشتن ادمیشن یا ادمیسیبیلیتی دست دولت مرکزی باشه نوشتن این ادمیسیبیلیتی چی هست باشه این ادمیسیبیلیتی هم 3 جنبه هست جنبه اول این که میسیم که میان سالم باشن از واضح بهداشت اونه 2 از واضح جنایی سوی سالم نداشته باشن چون جارت نکرده باشن 3 از روز امنیت خب کانادا رو امنیت چرا خطر نمیست و جنبه چهارم هم داره که تو قانون ذکر نشده دقیق ولی خب مدارکش رو واقعی باشه و ولی تقلبی خب پرده شده نباشه جنبه پزشکی اینجا ذره بازی توش هست چون وقتی شما میرین همسرتون رو میگیرین یا فرزندتون رو میارین یه ذره معلومم باشن اشکال نداره چون یکی از کانادا داره اونجا رو میاره یه استثنایی قبول میکنه و اگه مریضیهایی نداشته باشه خب یه جوری باش بازی میکنه. از لحاظ جنایی هم کسی مثلا بیش از 5 سال قبل یه جنایتی کرده باشه تو کانادا میتونیم پاردنش رو بخریم یعنی میتونیم درخواست کنیم به دولت و بگیم که چون در عرض 5 سال گذشته جنایتی دیگه نکردیم مشابه رو دستر نکردیم از شخص خیلی بدید عملتون رو پاک کنن و بتونیم دیگه براتون معامله نشن. از لحاظ امنیتی هم در حال حاضر مثلا برای ما جامعه ایرانی ها خیلی مشکل هستش چون دارن خیلی تمرکز میکنن که کیا دارن میان و کانادا به نظر من اون دیدگاهی که ما داریم روز ایرانی ها ندارن برای ما کسی که جز مثلا دولت یا پوستی داشته و این تفکر داره فشار راحتر بتونیم میگن اون تشکاری داریم خب به نظر روز فلان رو باید های کانادایی نمیدونن چون اطلاع رو ندارن و مثلا نمیخوام این طور رو بفرن یا دستیزی بهش بده کنن همه رو میذارم توی یک بسکت ولی برای امنیتی ها چک امنیتی نسبت به ایران خیلی زیاد شده حالا دولت دو تا سیاست داره یا
یکی که خودش داخلی سر کنه خیلی سر ببینه از اول یه سیکیوریتی اینتلیجنس ایجنسی ببینه اینا کی هم با بوردر ایجنسی کانادا چک کنه چه آمدن نمیدن چکار کردن پلیس مرکزی کانادا چک کنه کی بودن چی بودن اونجا کار کردن ولی با ایجنسی های خارجی هم چک میکنن که اینا سابقه با کسی جایی دارن یا نه سیاسته دوباره شد که وقتی دوباره کسی چیزی ندونن این چکار میکنن هیچی هیچ کار نمیکنن کانادا اصلا دست نمیدن دو سه چهار سال میگذره و شخص اکثر وقتا مثلا خبرنگاری ها بشه بعد میخواه اگر نمیخوان بگیم نام نمیخواه شد ردش نگرد خودش کنسر کرد و رفتش یه شب داریم شبا برم بخواه باباش بسرد میشه چی کنم در چی به نظر من الان این جنبه برای یک ایرانی خیلی مسئله شده بگرام چه ببینم سابقهش این بوده کجا بوده ولی خب ما ایرانی هم زرنگ هستیم همیشه میگم که ما اهرافکر همیشه قبل از هیچی اینا دارم تقاشو میکنم و ایرانی یه قدم جلوتر هنچه تقاشو میکنم که دیر نگیم در حال حاضر از ماجرت خب خیلی یواش شد سبب کانادا جردن یک بحث هست باید مسئله که تو سوریه هست خود مردای یواش هم پیش میگیره که دارن اذیت میکنن شما که مثلا یک سال پیش میتونستید درافت کوچ بدید نه بدید یا بدید کشی از مثلا دوبه یا ایران خود ترانسفر کنید خیلی مشکله دو هفته سه هفته پیش دولت کانادا قانون جدید تصویب کرد که مثلا من مهاجرت مثلا کاملا مربوط به همه میشه کسایی که لیستی کسایی که با دولت کار میکنن و داد لیست شرکتایی که با دولت کار میکنن داد و گفت کسی با اینا اگه کار میکنه با وابستگی داشته باشه محکمیت جنایی داره لیست اینا داره بانکها داره که با اینا کار کردن ممنوعه برای کانادایی ها بانک صادرات بانک سپه بانک ملی درباره من که مثلا با بانکهای مهاجرت کار میکنم حتی دو هفته دیگه مصاحبه هایی هستش برای ایرانی ها گفتن که اگه هر کی حساب بانکیش نشون میده بانک تجارت که داره میگیری یا سه وقت داره اون که به نگاه نخواهد کنن یعنی فرصت داره که پیش کنن یعنی چه رقم ها اونقدر از این نیست که میگن دارم 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 مرکوب نه خوبش مثلا میگن چه ساعت سی ست چهار ست نفر سرمان گذار این اونقدر نیست سالی مثلا چهار هزار اسکیل ورکر این اونقدر نیست خیلی اینجا بیشتر اگر شما تهران رو نگاه بکنی شهر بزرگ تهران که شبا تو شهر نفر میخوابن یا زن بگیم صبح شهر میشین همیت تهران ده میدونی میشین در جوریان رو درش بگیم نش برای این شهر اینقدی خیلی رقم ها کنیم خب این یه معمرات سوال یه سفر خیلی سریع نشونه که خب رقم ها چجوریه و تعداد آدم ها و روش ها چجوریه فقط اینجا بشه من ها میسه بیدیم خب از ایران بله پروگرام فدرال پروگرام کیبه پروگرام هایی پروگرام نومینی پروگرام جمعش بکنیم طبعاً اینقدر سمیه ایران دانشجو چقدر بود سمیه که زندگی شکل میگردم هزار رو خوده بودم هزار نه نه کم بذاری کم در نه سال خود همه هزار رو بود از ایران فکرم دقیقا خیلی بود خیلی بود حیفه چون در ازم دانشگاه هم بودن دانشگاهی و مثل دوبه خب به جالبی که از دانشگاه هم دوبه رفته فارغ التحصیل شده آمده بعد برای خودش بره کار پیدا کنه وزارت علوم امارات اومده که دانشگاهی که خودشون دادن رو قبول نمی کنه میگه چون لیسانسه نیستی و بعد چجور مجرد دارید این بعد این مؤسسه برای خودش اینجا دانشون بگیره سه چهار سال درس بکنن خود توی در قبول نداریم بعد که درس بیشون بابای این دوسته چی جو هی فکر نمیتونم بیان کنم موی سالمه بودی زندگی میکنم اینجا در امن و امانی خودتر نمیشون رو سر برای ما خودیره رو باید گرم کنیم دانشگاهاش خوبه بودن به نظر ارزون تره
نسبت به جای دیگه و تازگی ها کار مهاجرت یک استثنای خیلی زیادی گذاشته برای دانشجوی خارجی. اونایی که مثلا در کلیه درس میکنن، شما اگه دو سال اینجا درس خونده باشید، شیش ماه قبل از فارغ التحصیلیتون میتونید درخواست کنید CSD رو بگیرید. فوق العاده است. یعنی دانشجویی که مثلا میاد اینجا همزمان که لیسانسش رو میگیره میتونه CSD رو هم بگیره، دو ماه سه ماه طول میکشه بگیره. یعنی بعد از این درسش تموم شد کلیک سلکتش کرده، تمام این مرحله صدور ویزاش تو اینجا زندگی میکنه میتونه از باکالا هم انجام شد، نیست بره دمشق طول بکشه. همین نزدیکی بهش اجازه کار میدم تا دو سال، چون میتونه دو سال کار بکنه. هرچ دانشجو خارجی رو بیاد اینجا خوب برنامه‌ریزی کنه، حالا از اینکه اگه درسش در مکرد CSD گرفته، سلکت شده تا بیاد ویزای کار بگیره، حالا یه مدت ایسان دوستان جمعه آقا چه مواله؟ یه خوبی دیگه این مدتی هم که اینجا بود مقام دانشجو خارجی کریدیتی یک ساله میگیره برای تبعیتش 23 سال لازم درچه دو سال بعد میمونه درخواست تبعیت میکنه. درچه خب خیلی داره، درچه بچه وقتی مادی بچه نیستن میشدن نوجوان اینکه برمیگردن این کشورشون وقتی در کشورمون چند از مال ماست برنج وقتی برمیگرم میرم اونجا هم با برگ تحصیلیشون میرم اینا در تجربه کار و طبیعت کانادا سه جالبی هایی هم که طبیعت کانادا داریم که شما هم که بچه تون بزن کامل هر جای دنیا چون پدر شما درش کاناداییه بچه اوتوماتیک کانادایی میشه. این هم خب خیلی منو و برعکس کشور خودمون برای خانمهایی که اینجا بچه دار خواهر شد همسری بود خارجی هم بچه شما گره نمیشه، ولی برای آقایون خوفر نمیشه برای فرزندش بوده میگرد همیشه ایرانی هم یعنی کانادی رو نداره. شما من نداریم که زن یا مرد بوده بچه کانادایی باشه بچهش کانچه از کانادی بدون بیا اوتوماتیک بچهش کانادیه و بچهش نه نمیشه. ولی به نوه طبعا 7-8 ماه پیش خانم عوض کردن این مسئله به نوه و نتیجه و همینطوری میرسید، یعنی حد نداشت. ولی طبعاً که همش خوبیش خانم طبیعت رو عوض کردن و گفتن بعد از دو نسل دیگه نمیتونن بیرون به دنیا بیان و بشن کارده ایم بعد برگردن داریم که دیگه که اینجا دوباره به دنیا بعد دوباره این بازی دو نسل میشیم. خب بریم سراغ چیزایی که بیزن هیجان بیشتر داشت، خبرهایی که تازگی ها هستش. خبری که تازگی هست که درباره صحبت نمیشه، یک اونایی از طریق استانی قبول شدن یا از طریق مثلا کبک و ورودشون به کبک نبوده و رفتن ونکوور زندگی کردن، امروز اینا درخواست میکنن میگن ما 3 سال اینجا بودیم، واقعا میگن 3 سال بودیم تکون نخوردیم اینجا بودیم. دولت فدرال درخواستشون رو رد و میگه درست میگین شما 3 سال رو انتظار رو ندارم من اینجا بودید، ولی شما روز اول که آمدید دروغ گفتید. شما گفته بودید نیتتون اینه که برید در استان کبک زندگی کنید و هیچ وقت سعی نکردید هیچ افور میشه فارسی شه تلاش رو کنید که اونجا خودتون مستقر کنید. حالا هم یه ذره ریاضی هم برای شما شایدان گفته بودم یادتون باشه که اگر میخواید استان کبک زندگی هم کنید اولا ورودتون اونجا بذارید یه هفته بمونید، دیگه خب سعی رو کردید بعدش خب رفتیم دیدیم مثلا ونکوور رو که دوست رو دیدیم عاشق ونکوور شدیم و اونجا تصمیم گرفتیم بمونیم. ولی به نظر میاد الان یه ذره بازم اینم دیگه کمه، شما باید واقعا نشون بدید که آمدید اینجا یا اون مستانی که قبولتون میکنه مثلا مانیتوبا سعی کردید خودتون رو اونجا دائمی مستقر بکنید و بعد از اون مدتی حالا معلوم نشدنش چقدر اونجا تصمیم بگیرید و تصمیمتون جاتون عوض کنید. اینجا دو بازی هست. ماده 6 قانون اساسی کانادا میاد میگه که شما آزادی هر جا کار کنید زندگی کنید. آره. این به نفع اونایی که میخوان بازی کنن. ولی اونایی که میخوان دولت، ولی بازی دولت میگه نه. شما با نیت دروغ آمدید. حالا از اینکه پاتون رو بذارید کانادا از فرودگاه بیرید بیرون پاس رو بذارید پیاده رو بگشید مهین چون قبل از این تو ذهنتون بوده کار خلاف کنید و بعد برید اون زمانی که این فکر خلاف رو کردید و ببینید اون موقع اگه ما میفهمیدیم که الان فهمیدیم هیچ کاری رو میگردیم مثلا که به کانده شما رو قبول کردیم گفته خانم این CSQ شما
سرتیفیکای سیگنچر شما، چون شما گفتید میخوام یه ویزا زندگی کنم، چون که این خانم در پرسشنامه‌اش نوشته درخواست سی اس کیو به عنوان که میخوام بیام استان شما چه زندگی کنم. خب اینا میام میگم وقتی میشه که شما داشتی از پروگرام ملی بیرون، اگه با استان کلیت گفتین که این خانم نظرش عوض شده دیگه اینجا نمیخواد بیاد بمونه، استان کلیت چی میگفت؟ گفت سی اس کیو پس بده، پس نمیتونستی بیایی تو، پس نمیامدی و چون نمیامدی سه سال تو نمیتونستی بمونی، پس این سه سال که بودی رو عوض درخواست تبعیت وام. این مسئله که الان خیلی داره روش فشار رو به نظر من تو یک سال دیگه خیلی سرسره شما، البته به نظر من تا این شاید همش ما یک سال دیگه یکی از این شخصهایی که ردش خواهند کرد به دادگاه رجوع خواهد کرد، باید گفت این نه این قانونیه، ماده 6 میگه من هر جا میتونستم زندگی کنم، دولت میگه نه نظر تو از روز اول نیست و یا ایده برداشتی بریم دادگاه. یه احتمال زیاد دادگاهی که اشکال خواهد شد قاضی رو تعیین خواهد کنه، این قاضی تستی رو خواهد نوشت و این تست خواهد گفتش که سعی کردن برای زندگی کردن چه ابعادی داره، آیا فقط رفتن یه روز اونجا شب خوابیدن سعی کردیمه مثل بچه بچه بودیم زمان تنید بخور بینید خوشمزه هست چون تنید گرگر بینید نه نه دوست کنم با آتا بخور بچش، حالا این چشیدن یعنی چیه؟ یعنی به یه لب زدنه، یه شب بودنه، یه قاشق خوردنه، یه هفته بودنه، یا یه دوستی تا قاشق آرام دهنش بذاره بجنه مورد بده، یعنی چی؟ این به نظر من تو شب یه مقتصد قانونی برای این خواهر و به نظر من خب من دوست دارم اگه بشه این به مربوط اطلاع رو بدن، چون تو تهران و ایران خیلی دارم تبدیل دارم میکنم که از طرف مثلا پی آی میان سریع درست میکنم یا منطبا میان سریع یا که به سمانگذاریش شدنیه چون خدا رو بسته شد، ولی بعد مردم بیان بگن که دولت کانادا در آینده دوشون گیر خواهد دانشون خواهد رو شما اگه از استان پی آی آمدید بعد شما استان پی آی هم بعدی از اومد اونجا وارد شدید و اونجا سر کردید زندگی بکنید و اگر تو این دادگاه تشکیل بشه یه قاضی یه تستی رو بنویسه که چجوری اونجا سعی کرده زندگی کنه اونم تعیین بشه، خب به نظرم یه معلوم که اینجوری رو بفهمن شاید از سر پی آی درخواست نکنه. یکی از دوستایی که هست داره پیش کنه ماجرای دوم هیجان انگیز اینه که الان در واقع ماجرا رو بگم وقتی زنگ زنگی داریم میکشیم سوال میکنیم چون که دوستان من دقیقا همین سوال داشت که اصلا دو هفته قبل ولی زنگ زنگی من که میگه سوال میکنیم میشه که به کانادا میگن که شما هیچ باید وجود نداره که حتما در چه بکر شد. خب ببینید اینجا میگم بحث در این است که شما ببین امروز مثلا شما اصلا که بیر قبول میشین میان اینجا 6 ماه میمونین بعد میمونین نه خوشتون نمیاد بینیم 6 ماه تورنتوی پشت رو نمیان میدیم مثلا یه سال برای دوبای پشت رو نمیان میدیم یه سال برای دوبای سه سال چون جمع کردیم قانون گفته شما هزار نبر پنج در کانادا باید مستقر باشه بحث در اون نیست بعد اینها به روست شخص اینجا بوده اصلا اصلا توی شهر یا آپارتمان هم بوده بس اینجا میگه که شما طریق نیامدید که اون نیت اولیه که بوده انجام ندادید اون موقع مشکل بود که الان چند کیس دارم در ونکوور اینا کبیر بودن هر از یه هفته که اینجا بودن صاف رفتن ونکوور اصلا سه سال هم اونجا بودن شوهرها نبودن ولی خب خانم ها بچه ها اونجا اصلا بودن سفر نکن درخواستشون رد شده گفتن شما به این میاد آمده بودید که استان کبک زندگی کنید و هیچ سعی نکردید اونجا خودتون رو دفع بدید به اجتماعی اونجا زندگی بکنید میگم البته این هنوز تعیین نشده چارچوبش سعی کردن یعنی چی ورود یا چامازی کردن، شش بازی کردن، آپارتمانی یه ساله گرفتن ولی بعد از یک ماه کنسلش کردن چیه؟ مثلا دو قوم بذارش مشابه همینه الان خیلی زوم کردن اون خاورمیانه لبنانی ها ایرانی مثلا اونه که یه ذره روی امارات میان توش دیگه خیلی خوشمزه است برشون برای تمدیر کارت اقامت اولا یه متوجهشون هم اونه که در امارات زندگی میکنن یه چیزی وجود داره به عنوان ای‌کارت در این چه وقتی سی به درخواست میکنه کارتشو تبدیل کنن یا برای قدردان میگن که خب چون به وجود کنه مهاجرت امارا بگیم لیست ورود خروجا رو بهتون بدن خب مثلا دیگه اگه نشوندن میگن تمام
دیوهایی که تو پرسش نامه دادن در اونه که از یاد احماس میدن خب بزرم مشکل داره ولی الان تمرکزش میدونی که دروغ همه دارم میگن یعنی شما درخواست میکنیم این مشاهده هم لبنانی سه سالش اینجا بوده اصلا شکی توش نیست کار کرده میگن دروغ میگن یعنی با این تفکر الان داره مرده برمش میدارن دروغ و زرنگ شد مثلا آخر مشاهده ایرانی درخواست کرده برای پیار کار بر طبعیتش گفته اینجا بوده و اینجا خب بعد گفتن که خب ایشون چجوری خارج نبودی تو دبی کارت کردیت داری گفته آره گفتن ریپورت کارت کردیت رو بده که میخوام ببینم چجوری کارت کردیت چه استفاده کرده روزایی که میگه اینجا بوده اگه کارت کردیت اونجا استفاده شده بس نمیشه دو برای میگن که آره شما پرواز میکنید بله بله مثلا با کدوم هم که الان شما فرکن فلایر دارید بله ریپورت سه سال گذشته شو بیا مشکل چون نوشته که شما اصلا پروازتون کردی خب این هم مشکل یعنی چه تمدید کردن کارت واقعات هم به نظر میاد داره مشکل میشه و تفکر بازم رو خبر میدنی یا ایرانی ها و لبنانی ها اینه که دور رو دارم میکن یه جعبه دیگه ای که تا حالا نبود تو آن مهاجر ماده 45 به نظر نوشته که از این جنایی اگر شما اطلاعات رو دروغ تو پردتون بدین میتونم بکنیم تهمتهای جنایی بزنیم یعنی باید بگیم بکنیم جنایی بگیم چون زیر کریمینال اکت میشه به اتفاق تا حالا هم نشده بودم مثلا کسی دروغ های اینقدی هم اگه گفته بوده مثلا بیان بهش بگن که مثلا شما حالا محکومیت به جنرال گفتن نه درخواستتون رده حتی اگه میفهمیدن دروغ گفته گفتن نه خانم شما حالا مثلا یه سال یه درخواست بکن یا یه چیز دیگه خب ولی الان نه دروغ گفتیم درخواست رد یا تهمت جنایی اگه تهمت جنایی بزنن خیلی بده چون اونایی که مهاجرن اگه جنایت رو کنه اقوال شما چیمی پس بگیم خبر سه بله مثلا خب دروغ و ساخت ساز دیگه مثلا یکی مثلا اینجا نبوده هر خودش داره میگه من بودم چون نبوده که درخواست طبیعت میکنه خیلی ساده است خود زندگی کرده کجا کار کردی کیا رفتی بیرون خب کجا زندگی کرده که ساده است من داشتم سه سال کجا کار کرده خب اونه که مثلا زنگ بازی کنم میگم من میشه ایشون کار کردم گوه هم دادم گوه هم داشت زواشگی پس خروجه هم مهر هم نخورده حالا اونه که یه ذره دولتی هم مهر هاشون نمیزنه هست خبر هم دارم روش تو گمرو میری و زن هیچ اونه که ذره زرنگ دارم پاسور دومی دارم اونه که خب زرنگ دارم گفتی که یک ذره خب ولی رو بود و از آتا کاندایی ها مهر نمیزنه پاسپورت ایرانی شما رو دست تا حالا این در این کار رو میکردنش میکنی نداشتن اون در شما به نظر یا دروغ بگیم درخواست هم حالا میگه نه دروغ تو خواسته این دروغ گفتی دولت لیبرال زیاد کار به کار نداشت دولت کانسرویزی دوره من مانورتی بودن زیاد فشار نمیدن الان دیگه مجورتی هم و خیلی بدتر خواهد شد و تحصیل شد ما رو عددیم بهشون ما یه گروه راست محافظه کار رو آوردیم و اینا خیلی استفهام میکنن و تازه اولش هنوز دور نیفتاد البته تا حدود یه خوبه به نظر شما فکر میکنم آدم ها چه به نظر میاد اینا خب منافع کشور هم میخوان نگاه بکنن درست نیست کسی که نبوده اینجا بگیره چقدر آدم هم این دوره برمون میشناسیم که اینجا نبودن بازنشستگی شدن میگیرن توی ایرانن و و درآمد ایران دارن اینجا مالیات میگن نداری نمیدن ببینید خب درست نیست اون توی اجتماعی زندگی میکنه که همه برابرن و همه منافع دارن میگیرن جای سالمی خوبه منش خب من کمک کنم مسئله این بعدی اونم داغه رو مسئله مالیات ها هست که دارن تمرکز میکنن اینو دارن تو این تازگی ها آدیت میشن هرچی میان نگاه میکنن میگن که خب شما گفتین مثلا در حالم از 25 هزار تا در سال یه من که تو میکنم هم مستندات هزینه هایی که میدید این هزینه هایی که مستنده دارید با کار کردید ویدیو چک ویدیو بسیار به بانک تو میره اینه که نشون مثلا 50 هزار تا باشم شما گفتین 25 در من دارید بقیه 25 از کجا آوردید پس اندازه تو بوده در یه جایی پوشونی که از سپس اندازه آمده
اگه درآمدی بوده چرا نگفتی درآمدی؟ اگه ملک داشتید فروختید خب کدوم نه؟ این هم این جنبه مهمیه که الان مهاجرها دارن این بازی رو میکنن که ببینن دروغ میگن یا دروغ نمیگن به نظرم بهتر میشه. خب شما اگه نگاه بکنید رو کیا پر میکنن فور مالیاتی سالانشون اصلا مالیش که خودش پر میکنه خب خودتون پر کنید خیلی جالبه چون توش نوشته آیا شما حالا نوشته درآمد بین الملل درآمد مالا رو نداره جایی دیگه هم درآمد رو باید بگید این مخواهم بریم پارتیسی هست ببرش بار کنم جسی بارا پوتی و جرکت من اپلات شو میگوشم جنبه جنبه این این هم خیلی مهمه یه مسئله یه فرمات توی سوال دینی هم که اصلش نوشته من رو انبالتون در خارج از فردارم توضیح بدید سوال بانکی نه حالا کاری که من با موکلین خودم میکنم وقتی تو میان کانادا به خودشون خوب میگن که مثلا شما ملکی داری یادتون نره ارزش ملک رو نگاه میکنن به روز که ایران وارد کانادا میشی مثلا این ملک تقریبا 10 میلیون 20 سال پیش امروز که میخوان بیان کانادا ملکتون شده 100 میلیون اگه میخوان یه سال یه بفروشتش 150 میلیون اصولا وارد کانادا میگن یه افزایش سرمایه بعد از ورود به کانادا چون حالا چه افزای سرش میشه درآمد میشه درش این هم یه بازی هست باید یه ذره دربارش توجه کرد اگه میخوان پول بیارید نشون بده که ارزش فروشش خیلی بیشتر از ارزش این نرخ بعد از اینکه آمدی این کانادا نبود چون ملکی که شده 100 بوده روز که آمدی این شده 150 50,000 تا یعنی درآمد میره جزو درآمدهای دیگرتون برای اون سال جمع میشه رو بود میاد و مالیتتون میاد این مشکلی هست ما باید به دلار مثلا اینجا اجام کنیم مثلا من دوست داشتیم مثلا دلار رو دارم چند قانون عملا میگم میگه نرخ قانونیت نرخ بیرون که به نفع شماست چون تومنتون رو بکنیم تقسیم 1200 کنیم بهتر در اکثری درشت به نفع شماست خب و به نظر من این حیرتی هست که خب نمیشه رفت با مثلا در فلان روز ریت چقدر بوده ریت عرض چقدر بوده خب من نگاه میکنم افزایش ولی میشه باشون صحبت کرد بحث اینجا نیست که حالا چجوری بتونی چونه بزنیم بس اینکه بدونیم چه حقیقتی وجود داره این حقیقت اینه که افزایش سرمایه بعد از ورود به کانادا این افزایش سرمایه بعد از ورود جزء درآمد اینجا تون میشه و درآمد اون سالی که میفروشینش ولی اگه شما نرختون 100 میلیون بوده یعنی مثلا میفروشین 100 میلیون 100 بگیرید اینجا این چیه؟ انتقال سرمایه مالیات گرفت مشکلی نداره شما مالیتتون رو بفروشین 100 میلیون نقد کنید یعنی اینجا تو فرودگاه بگیم من بیشتر 10,000 دلار دارم 100,000 دلار آوردم حاضرین این پول از کجا آوردیم خونم رو فروختم این سند گواهینامه فروش چک خریدم که بیام چک بده رفتم تو سارا یه چک به خودم دادم پولامو کشیدم به صرافی نقد کردم اینا مثل صرافی پولشم تو جیبم دارم میارمش پیش جان تو کسی دیگه سوال یکی از فرقای خیلی بزرگی که بین کانادا و آمریکا هست اینه
شما در کانادا وقتی میشین تبعه دو تا سوالشون تو سوال میتونم پیش بدم. یکی اولا یک کانادا چند ملیتی رو قبول میکنه. اگه سوالتون که بریم آمریکا اونجا رد میکنه کانادا نمیتونه باشه. این آمریکا قبول نمیکنه شما کانادایی هم همزمان باشه. ولی کانادا مشکل نداره، مشکل نداره. میگه برای هر چقدر بخواهد چقدر من ملیت میخواید پاسپورت بگیری بگیم من اگه برای آمریکا دیر خواهد کرد حالا فرانسه رو نمیدونم ولی برای کانادا مشکل نیست جمعه بگیرید جمعه دوم سال شما قسمت مالیاتیش اینه که کانادا وقتی که شما وقتی شدید مقیم خودتون میتونید بکنید اگه شدید تبعه تو خودتون بکنید نام رزیدنت بره مقیم از واسه مالیاتی یعنی حضور فیزیکیتون توی کشور کمتر از 183 تا 6 بار در سال چون کمتر از 6 ماه اینجا سکونت نه سکونت حضور داری مقیم از این مالیات حساب نمیشه ولی اگر ولی به شرط که وابستگی های مستقل بودن هم داشته باشیم یعنی خونه و ماشین و فلان اینا نه کارت بهداشت و بیمه اینا نداره چون میشه بگیم من کانادا رو به عنوان کانادایی هستم ترک کردم این بر نمیگردم مثلا بیرون یک پشت پای ندارم من بهداشت میخوام من تصدیقتون رو نه بانکتون رو نه بهتون مالیات میدم دیگه اصلا گزارش میدم ولی چون کانادایی هستی هر زمان در آینده تو بیمی چیه تصمیم شما دوره بخوام برگردم میشه بله از روز که برمیگردید دوباره واجب شرط مالیات میشه آمریکا مثلا اینو نداره آمریکا خیلی مشکله شما در آمریکا برم دیگه همیشه مقیم مالیاتی رو آمریکا هست زندگی کنی نه مثل که از مشکل بزرگ ایرانی هایی که اینا وقتی که اصلا خود اینا خیلی ایرانی ها آمریکایی شدن دارن اینا زندگی میکنن مالیات پردا میگن مالیات نه احسارنامه مالیاتی پر نمی کنن اینا خیلی مشکل دارن و در آمریکا تنها راهی که اطلاع مالی داری در سال اینه که تبعیت خودتو درخواست کنی لغو بشه برای این کارم اون 10 سال مالیات گذشته رو نگاه میکنن افزایش سرمایه 10% رو نگاه میکنن 50% مال تو باید بدی بعد میگی یا آمریکا نیست خیلی پیچیده است خیلی پیچیده ولی کانادا رو نشان میشه میگه در آینده صحبت هست که کانادا بیا بگه اونایی که دیگه مهمی نیستن یه مالیاتی کوچیکی شاید بدن تایید میدونن چون انگلستان هم نمیخواد اینو بالاخره با تریدشن انگلستان هم این جلو نیستی نیستی کاری باید دارن آنکا میگه نه نیستی نیستی نیست تو دوباره که این پاسپورت دستت ازت پرتش میگه سمتون بگیش میگه بیرون و مالیات رو در بتا آمریکا گفته که خب برای ما ها در سیدی چون گفته که 85,000 به اول معاف یه خارجی ولی معاف الفرقش مالیات حتی آمریکایی خیلی اینجا تو آبه دارن به خاطر حالا مالیات در جای خودش دو ایرانی هایی هم که در یک منطقه خاورمیانه کار میکنن مشکل دارن اجازه کار کردن با دولت ایران ندارن اجازه کار کردن با بانک ایرانی ندارن خیلی از فعالیتشون محدوده و ببینید که الان دروازه سه تا تحریم ایران تحریم سازمان ملل مشابه اون تحریم اروپایی ها هستش و بعد تحریم آمریکا هست خب میشه گفت تقریبا همه چیزه اسم سای حالا کشاورزی و مسائل مسائل دارویی ولی در اصل همه چیز هست چون یه آمریکایی که مثلا داره این صندلی رو میبره ایران مشکل داره چون تحلیل گفته چیز نداره یا آمریکایی داره میدونم دستگاه فوتوکپی دست دوم میبره مشکل داره دست اول وقت اون داره مفهوم میشه پنگ داره میشه بهترم بیم کنم نمیدونم بذار از مهاجرت دور شدیم ولی من براتون جلو به این نمیدونم برگه میذاره رو مهاجرت من فکر میکنم مهاجرت رو کنم دار خیلی شکل عجیبی به دفاعت کرد متاسفانه روز که ما بعد این کانال جمعه سر رفتی چهار داستان خیلی چیز بود شیری بود داری از مثل جا بود سوال بود جا بود سوال بود درباره این که من میخوام بسید که چرا میخوایی بیار؟ اشتیارتون چیه؟ نمره داشت ادپتیبیلیتی پوینت داشت اون سیستم معاشرت کار برای متخصصین سرمایه گذارا اصلا صحبت نمیده بچه رو بیاد اینجا حالا ما میداریم میگیریم
که فقط این معیارهایی رو پر کردن، همین، هیچ جنبه دیگه ای نداره. و این به نظر من خیلی متاسفانه است که چون نسل دیگه که دارم این اینجا هیچ جایی پیدا نشده که چرا دارم میان، چه اشتیاقی دارم میان. و این به نظر من که از جدیدترین مشکل است، چون دولت میخواد این هزینه آوردن رو کم کنه. من میزن توی دستگاه اطلاعات شخص و سن تحصیلات میزان زمان همه چیز مستند شده شکلش کنم، اگه جواب بود نمره رو آورد بفهمم تشویق بیاریم بیاریم این درست نیست. من زمان میزن دولت کنده باید بیشتر وقت صرف کنیم انتخاب کردن آدم ها، چون آدم ها میخوان چندی نست بمونن اینجا، انتخاب کردنشون خیلی مهم. همون بردن بالا چون ارزون بود سکر 20 تا دیگه و قرار چیزی نیست بیزنم گرون کردم بخواه دیگه هم دیگه گرونش کردم دیگه کردم این آمده بود که سکر دیگه برد هستم بخواه اون بار ریسک توی شرکتی خب حالا بار ریسک میشه بازی کرد شرکتی که ریسکش کمتر داری ریسک باید باشه این اصلا هایی میگه بخواه یک میلیون پون بخواه بود تو سال دولت ولی برای شما بگیر یک میلیون پون میشه چقدر کنم دیگه یک و نیم میلیون دلار کنم حالا میتونه 400 هزار تا بخواه اون توسعه ما یا 120 تا بده بیا بزن ارزونه بطریش در اسپانیا 2 میلیون میکنه اسپانیا سمت این چند سر هزار میکنه درآمد میشون 25 هزار داری این ملک بخواد این چیز داشته باشه به نظر من زیادی ارزونه برای بردنش بالا ولی بازم با بردنش بالا جا هست اما درخواست 21 هزار دولت فدرال سری 3 هزار تا ویزا میده 21 هزار تعداد پرونده‌ای که فایل شده دست نخورده داره 21000 سری سه داره 7 سال تو پیش برم و این باید دولت فدرال اول جولای بست گفت دیگه نمیگیرم همه 700 سال دیگه به نظر من هنگو اصلا یک سال دیگه نمیگیرم اما تا یکی دو سال دیگه دولت فدرال اینوستور نمیگیرم چون کسش پول 21000 تا پرونده داره الان دولت که به یک سالی 3500 تا میگیره الان دارم پایین هزار تا پرونده میگیرم تا دیگه به احتمال زیاد برای فصل تا آخر سپتامبر که بکم میبنده چون تعداد درخواست خیلی بیشتر از کپاسیتی که اینا بتونن پروسس کنن یه ویزا بدن پس که بکم خواهد است و سرمایه گذار به نظر من تا آخر سپتامبر هست است من دفتر تهران و دبی ما خیلی دارم شدید کار میکنم که مداره بتونی فایلشون چون به نظر من چهاردهم وزیر مهاجرت جلسه داره با شرکت های سرمایه گذاری بانکار دیجاندن بانک مسئول اینا به نظر من 15 هم خواهند گفتش که کافی گرفت چون دیگه مایی هزارت خیلیه من چکار کنم با اینا یعنی شما میگین 800 شده باید بسیم گروتن هم شده بسیم درخواست کنم حالیده از ایران میزن آده پایین ایرانی ها فرانسی میگن بوده میکنن در قرد گردن به رفت رفتی بالا بگیم وقت ما چکار کنم آمریکا که این تیرم برم چون پیشتون از ایران نمیتونم بفرستم انگلستان مدرک ایرانی رو قبول نمی کنه چون یه دست که تو ایران پول داره ملکش رو قبول نمی کنیم مدرک رو مایشیدنش رو قبول نمی کنیم در از یک کانادا مونده البته خب خیلی دارم پاسپورت دوباره سنتیتس رو میخرن یه بقول مرد از بند یک که دارم اون زخمش رو یه جوری حل میکنه مسئله رو این دائمی نیست خیلی به طبعیت دوربونیس از کشور سنتیز به دوربونیگاوی یا بروارس به درخواست خواهند کرد بالاتر فرزا ما خیلی بالاتر ببرم شما اینجا درخواست به خواهند بگیم اینقدر آدم های پولدار هم تو دنیا زیاد شده دیگه 180 200 هزار تا 800 هزار تا این داره بکنه پولی نیست حالا تو کشتر هم بودم ببینم یعنی این حالا چون اصلا شما تهران رو بگیرید از قیمت به بالا همت به بالا بره الان چقدر میره توی اینا پس همت به بالا چهار میلیون به بالا خب چهار به بالا پنج بالا خب ایز یه آپارتمان نمیدونم ایستتیشون به چیشه جورش در الان برای یک سرمایه گذار قانونی به سر اشتار بده بیا سر اشتار تو میشه یه آپارتمان چند داره بودا به زیر خوب نیست بگیم چهار میلیون چهار صد متر نه صد متر هم کمتر صد تا چهار میشه چهار صد میلیون حالا میگم اصلا میگم که شما همت رو بالا بگیرید میشه یک سوم شهر تهران میده ببینید میاد این درخواست زیاد سرتونه
آره سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری زیاد. آره بچه‌ها دیگه هست. ولی خب مانی زیاد بشه که از کی ورکرا مثلا دفتر دوی من چیزی بانکی می‌خریدم مثلا سفارت یک دیگه نه. فقط چی از کانادا بعد بیاد. اون یاد من یه پول نه در اون وقت تهران یه سفارت من رو باز می‌کنه. ایشون می‌خوان درخواست کنن. میرم سفارت کار مرجو میده به آقای مقدم. مرجو باز میگه پول نه میده. حالا میگن که نقد نمیدید. شما باید از کانادا بگید چک تهیه بکن چک بانکی بیارید. باید یکی زنگ بزنه. بعد کوریر از اینجا به ایران نمیاد. خب چجوری بهش پس هم کنید که با این مسافر صرافا کمتر از 10000 دلار اصلا پول نمیزنه. خب میخواد چجوری مستقیم باشه با بسته یکی زنگ چک بانکی بگیره. من چیزی خواهش کنم اتو رو خدا یه چیزی بانکی برو منجر چک جراف برمن بگیر از اون مسافر بیار بسته بیا با تصویر بسته درش این سی بگیر مانه یعنی این کنه مانه هست نه این مانه هست من باید گرم یعنی هیچ سوالی نمیشه کرد یه را نمیشه خیلی در اصل یه مانه هایی هست داره خیلی مشکل در میشه و به نظر من مشکل ترم خواهد شد نمیتونم ببرم، باید دیگرشون مجبورم، چون حتی هم بچه ها دارم به دل زایمان همه دارد چیز سیاست کمک مادران میتونم چیز از بگیدانی دفترم الان بچه شد بازه هم کرد یک سال گوش بشتم، ولی 60 درصد گوش بشتم نه فول سر دیگر ولی خب، هزینه بچه داشتن، همه بچه یه ماهی دارم اون چند گرونه، اصلا یه بچه میخوام مشکل دو، از اصلا مالیات بهشون تخفیف میدن؟ نه پس ما سیاست اینه اضافه کردن جمعیت داخلی نداریم فقط سیاست داخل کردن از اون خارجی بگیریم این هم خارجی ها باید داریم و به جمعیت رو مستر ساده میگردیم یا این یه ذره الان سر کنه بیشتر هم بشون به حضره خلاقات این میدیم کم در بشه این با داستان این مهاجرتی بیر هست بفهم از این شرکت از اینکه الان ما رو که بزن میکنم از اینکه به تعبود نامی میبینیم بله، شما وقتی که وارد میشید به تو میگن برای که ارزا کنید که چون بخواهم بیدونم خواهم بزن میگم جمعه بانکی ندارم ببینید اگه بخواهم دفهم این کانادا چجوری کار میکنه ما باید متوجه بشیم که اینجا یه ذره با کشور ما فرق داره در ایران مان اساسی داریم ولی بالاشه و خب بعدم خب وزارت هست در کانادا ما اینجا یه ذره مشابه و یه ذره فرم قانون اساسی خیلی مهمه تو قانون اساسی اون ماده تو پیش نویسش حقوق بشر رو بهش کنه ماده های حقوق بشر بهش بعد ماده های قانون اساسی هست قانون اساسی اون ماده 91 گفته دولت مرکزی چه حقوق هایی داره ماده 92 گفته دولت های گستره چه حقوق هایی داره یه دولت کلید در اون ماده 91 حقوق از اون قانون اساسی گرفته و به شما یه مدرک رو امضا میکنه این مدرک برزه به تفکر ماده 92 باشه که برزه به قانون اساسی باشه که برزه به پیشنویسی که نشون میده بشر آزادی تفکر حرکت موومنت باشه بمانه ولی از این و قانون از این طرف نمیاد بگه که شما هیچو کار نمیتونه دیگه باید بمونید نمیدونم میرن روزه که داشته میمدی کار میدونید درست روز که فروشگاه داری وارد میشی فکرتون چیه؟ اون شخصی که روش کنه امضا کن اونجاست اگه اونجا تفکرش رو که ارسش رو کلا میذارم اینجا نمیده روز بیرون نافرده من کنم تو مشروع کنم دو دلیل یک نیتش از روز اول دو بوده دو مستند هم کردن که اون روز هنوز نیتش عوض نشده مثل که آمد برای سه روز رفت کنم دو جروع بود وقتی وارد میشده خب این درشی هست در زمان یه بومب چی میگم بومب اقا تمدما این خواهد بود که سوال رو همه خواهده ایم اینجا یک مشاوره که اینجا یک پرانتیز کشی دوباره باز من اونجا وکیل داریم که متاسفانه تو این کلمه رو خیلی شل استفاده میکنم میگم وکیل خانم هم میتونم وکیل من بشم ولی وکیل پایی داد به سریع نمیشه وکالت بهشون نمیکنه من نمیکنه ایران کلمه وکیل وکالت خیلی شل استفاده میشه loosely used term به حالی میشه و اینجا برای این خیلی همین از استفاده میکنه از این مش از این گلالوگی اصطلاحات مقدمه هستن مشابه یه خوب میرن یه کلاس سه ماهی کالج بسر میکنن سه ماهی میکنن و خودشون به عنوان متخصص معرفی میکنن و خودشون
به عنوان متخصص معرفی می‌کنم که می‌دونم. و اینا این نمی‌دونن اطلاعات دقیق دارن، چون میگم مثلا من خودم هیچ نایسالان کنم یه بیست سالی هم کار رو برم دارم، منش نمیتونم اطلاعات نادرست نمیشم بهتون بده، چون مرحله برمیگرده و اعتبارم از نمیدونم. یه خبری از این مشاوره رو از الان هیچ مشکل ندارد. این روز منظر مهاجرت خیلی تو کشور ما داره، خیلی تو خبرنامه داره، و اینجا خب این دو بیزنس خوبیه، میگم یه خوب در میرم، ولی خب برای نام هم من چه دقیقه تو این بیزنس پول هست هستم اگه مشکل رو نکن برم بیرم بیزنس بعدی من اینجا تو این خب خودش میگم در همین بومبی هستش که خب خیلی از آنها که میخوان من اینجا تو ماه ها سالیه بهش دوشه مشکل خواهد شده، چون دولت میخوان دیگر رو اذیتش میکنه. من میگم بازی قانونی رو میخواهد بود که نه اینکه شما تقام مانی شیشه چیش مان پی به بانستیسی اجازه نداری هر جایی، نه تو خبستی بیای زیر این چطر قانون اساسی تو دروغ گفته بودی. میدونی چی میگم؟ اینه که مشکل خواهد است. این هم مشکل روزه برای تمدید اقامت، درخواست تبعیت یا سوی میگه یک بازم خبری جالب بذاره هر خبری که بازم اکسایتینگه بله که تبعیتش میگرفتن دارم برداشون باز میکنم یعنی چی؟ ما تو قانون یه اصطلاح داریم که پرسکریپشن، مثلا وقتی شما به کسی وام میدید 5 سال وقت داریم ما میتونه پس کنیم مسئله تجاری یه زمانی داریم که یه حرکتی برسیده کسی بکنیم تو قانون مهاجرت پرسکریپشن نداریم، نگه بفهمن شما تبعیتتون 10 سال پیش گرفتید دروغ بود ولی امروز باز بشه که دروغ گفتی بودی 10 سال پیش پرونده باز دوباره میشه. اطلاع آخر مدل مهاجرتتون به 65 سال میکروفیل میمونه، پرونده های تبعیتتون به 65 سال میکروفیل میمونه. کلیش دیگم دیرم و نمیچه همیشه میتونم برگردم برنده از شما مثلا دروغ گفتی بودی 10 سال پیش کار بودی ما امروز مدکی بده کردیم که شما در ایران داشتید کار میکردیم به یکی میشتزم استاد دانشگاه داره درس میده اینجا پاسپورتش هم گرفت آیا یه روزی لو بره که راجع به کاری داره به دانشگاه تهران زنی زنی در بخش فلان میخوان این خانم درس میده بگم بله اونجور موضوع کاری را کنید یکی ما بوده درس میده اینجا ما دانشگاه شما بود گفتی این سیستم اینجا بودیم طبعیت و یک دو سوده جنایی چی میگن نه جرایم اکوزیشن کریمینال اکوزیشن شما دروغ هم گفتید اقامته مثلا خاطر به وضعی اصلا هم اقامته یه مثال میزن براتون خیلی جالبه یه یوکرینی که از انگی در جنگ دومی جهانی این کار یادگاری عالی کار راست که پی رفتن جنگیدن فلاپورت فلاپورت رو بید کچوسی کنیم با بکردت و اصلا مثلا به اندوازم رو پیشه یوکرینی بودی تو جنگ دومی جهانی زندانبانی نازی ها رو بکنه منتقلش میکنن میره لهستان اونجا زندانبانی میکنن تو اشویتس بعد از اینکه جنگ تمام میشه و همه چیز میوازن این داری در میره خودش رو بمانی که لهستانی دهاتی مزرعه‌دار که کانادا میخواستی از آنسال پنجا میاره کانادا سیده که شروع کنه و در اون بچه و در اون نتیجه شکارچیان یهودی بداشت بود من میرم دولت کانادا که این اونه و روز که باید کانال دروغ بود باید کانال رفته میکروفیلم درخواستش رو از پارشی با برده گفته باشم من شما سوال کرده بودیم که این گفته که خب من نگفته بود کسی که جنگ کردی زندانبانی کردی گفتن این پرسش داری که شما سن سال پنجاه پر کردی از شما سوال شده شکنجه دادی تو جنگ بودی اونجا گفتی نه دروغ گفتی چرا اگه دروغ گفتی اگه مامان میراثش رو میگفتی نمیومدی اگه نمی آمدی زندگی نمی کردی زندگی نمی کردی پاسپورت نمی گرفتی و پاسپورت اگه نمی گرفتی نرچه بعد می گردیم به روزی که دروغ گفتی نرچه تبعیت کنسل اقامت کنسل دیپورتیشن اوردر به کشور می کنیم یارو تو سی سی او بود حقشه اینجا چیزی که بعد فهمید دروغ ها رو باید این و نیاز این حد درم این داشته که
نمیاد من ایرانی هم نیست نه 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 دوست داریم از اینجا فرار کنیم البته نمیدونم من شاید زر مشایان فرار میکنم اصلا پشکنه من نیم بکنیم دوست البته من فکر میکنم نه اسکیل بوترام هست در این اسکیل بوترام من فکر میکنم خب خیلی کمتر میانه با مشکل معین بیشتر خواهیم گرفت یه از کاره با اسکیل بوترام میخواهیم انجام بدیم اینکه بهشون حقیقت های اینجا رو بگیم چون مثلا دارم این شرکت رو تبدیل میکنیم اگر تو کار رو دارم میکنیم کار دیگه باشی کسی که اینجا هست در اون مولد سیستم و مولده کار رو داره میکنه کسی که از ایران به زمانی که رزر خودش اونجا خوبصورت میکنه فرنگی رو او هم به کشورش کار رو میگرم اینجا سرش به سرکار نمیشه ولی ما رزر هم کاری که ما خانی کرد بودیم این کاری که میخواد آگاهی های اینجا رو روشن بکنه چون خیلی از که بسیار بودرها میان اینجا به فکر اینه که اینجا خیلی خوب کار رو و خوب نیست مشکل رو آگاهی شما بیشتر بشه بیزنسمن چرنگی چونجور بیشتر بود رضایت کرده این رو من به فارسی میگم مستقر بودید نگفته اینجا you were physically present اینجا حضور فیزیکی داشتید ولی این قانون مال 1976 تا حالا عوض هم نشد 1976 دیدگاه ما درباره قانون دولت لیبرال اون موقع خیلی باز بود میگفت بشونی اینجا داری زندگی میکنی ما همش در سفری اشکال نداره بعد آمد تو دههای 80-85 آمد اینجا گفتن نه یه تست رزیدنسی میذاریم ببینید وابستگی هاتون چیه و آقای قاضی رید گفت چهار تا محور میام نگاه میکنم خانواده کجا بوده محور خانواده کجا بوده محور اقتصادی از کجا پول در آوردی زندگی کنی محور خانواده باشه یا خارجی سه از اجتماعی وابستگی اجتماعی با کجا بوده چهار از حرفه‌ای وابستگی حرفه‌ای از کجا بوده اینا رو میایم بررسی میکنیم برای همین اگه کسی گزارش رو نبوده این پرسشنامه دوم میفرستن که اطلاع بدی خب اینجا این مسیر میگه نمیدونم با کجا کار کنی که میتونی کنار خونه و اسم سیتایی تو اینا وابستگی ها چیه ولی اخیرا برای این با دولت فعلی دور شد اینا اصلا دارن میگن که خب نه خبر رو میخوام یک هزینه داره بررسی این چیزا روزی که بودی رو نشون بده مستند بدی بگی الان اینا دولت فعلی 1905 رزیدنس رو میخونه به عنوان یه خب یعنی میخوام که اگه در عرض مثلا 4 سال گذشته حالا شما یه هفته رفتید مسافرت سه سال اینجا باشید فیزیکال پرزنت حساب خورده نه ولی اگه مثلا بسط این مثلا شما یه هفته رفتید مسافرت یه هفته رفتید سه سال تو 4 سال جمع میشه یه هفته کم میشه آره دیگه نه دیگه شما اگه مثلا سر 3 سال درخواست کنید یه هفته کم دارید مشکل داره سر 3 سال یه هفته سر یه سال و یه هفته درخواست کنید اونجا مشکل نداره این تعداد روزهایی که دقیقا با مسافر رفتید اضافه کنید سر سه سال مشکل نمیشه ولی اشتباه پارسال 45 تا کیس رفته دادگاه فدرال خب از این 45 تا تقریبا 30 تاشو اینه که اپیل کرده خود دولت رو قاضیش چون قاضیاش اومدن نگاه کردن که مثلا نه اون عجب وابستگی داره به خوبیه دانشگاه درس میده کار میکنه مثلا تو میدونم تو اجتماع خودشون خیلی وابستگی داره خب بعد گفته عالیه قاضی گفته دو موری 6 ماه کم داری بهت میدمش خود به زدم گفته نخه قاضی اشتباه کرده بریم داد اپی 30 تا 45 تا این تفکر دو بعد خیلی چیزی حتی به کارمنده خودشم قول معروف خوبه وقت نداره این کار رو میکنه اگه وقت داره نه خب ولی خب میگم تفکر اینجا اینه که نمیخوان میخواد خیلی سفت چیز بشه یادتون نره یه دولت راستی دولت چپ اسلامی و اینا نیست خب یه دیگه این داره خب خوشحال شدم اگه سوال دارید بفرمایید